بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما در مورد کتلات و تومورایی که در داخل قلب است، در مورد ازوس چیزی که در داخل قلب ما شما میبینیم از چند چیز خالی نیست. یا یکی کدام تومور است در داخل قلب، یا یکی کدام ترومب است، یا کدام ویجیتیشن است، درست؟ یا وسایل طبی از داخل قلب، مثلا یک دسام مصنوعی است، یک لین پس میکر است، و یا ای که نارمال وریانت است. مطلب از نارمال وریانتی که اینجا ما شما سپتوم بسیار زخیم میبینیم، به این رقم سپتوم زیاد زخیم میبینیم، خیال میکنیم که کدام تومور است، داله که هیچ گپی نیست، شاید نارمال باشه، درست؟ یا ای که ما شما اینجا ایوستخن والو میبینیم بسیار زخیم، فکر میکنیم که کدام ترومب است یا تومور است، داره که ایوستخن والو است. و یا ای است که انساج خارج قلبی در داخل قلب خیال بته. مثلا زیاد وقتا شما دیدین که در این قسمت خیال ظلمی آید، خیال یک ظلمی آید، فکر میکنی که در داخل قلب است یک سترکچر، اصلا این بیرون است، در داخل قلب خیال داده. به این شکل بعض تومورایی که زیادی کوژینیک است یا نقاط کلسیفایی که در نزدیک قلب است، اونا امکان داره که در داخل قلب خیال بته، در داخل قلب خیال بته دیجا، و او کت تومور یا ترومبوسی که در داخل قلب است کت از اون مغالطه شوه. خب کتلاتی که در بیرون قلب است و وقتی که در داخل قلب خیال میته، او را فرقش ما شما دهی میکنیم که وقتی که پرو حرکت میتیم، قلب که از جای خود حرکت میکنی، کتله بس که یک جای نمیره. مثلا نینی یک نقطه کوژینی که در داخل قلب شما میبینید، فکر میکنی که اکسترا کاردیاک است، خیال کدام زول است، کدام چیزی دیگه است، یا نقاط کالسیفای داری است. پرو بتونه که تاو دادین، حرکت دادین، این کت حرکت نمیکنه یک جای. در از یک منظری دیگه بس که میبینید در داخل جو فج گپ نمیباشه. و هر یقل کتی حرکات قلب این نقطه حرکت نمیکنه. اگر کتله دا داخل قلب باشه، قلب خو عضو محرک است، ای که کمه که شور میخوره یا کتش یک جای حرکت میکنه. این کتلات بیرون قلبی که است، باز کت حرکات قلب همزمان حرکت نداره. از یک منظره میبینی موجود میباشه، از یک منظره دیگه میبینی پیدا نمیشه. دیگه اینمی تومورا را، ترومبوس را، ویجیتیشن یا نارمال وریانت یا اکسراکارد یا اکسترکچر که است، یا را نظر به ای که سایزش چقدر است، شکلش چه رقم است، در کجا موقعیت داره، موبایل است یا نیست، تثبیت است در یک جای، اتچمنت سایتش در کجا است، از کجا منشأ گرفته یا در کجا ارتکاز کرده، و کلینیکال پریزنتیشنش چطور است، ما شما تشخیص تفریقی میکنیم. مثلا یک مریض است، مایوکاردال انفرکشن داره، اپکس اکینیتیک است، اپکس اکینیزیا داره، وال موشنش خوب نیست، در اینجا شما یک کتله را میبینید، یک کتله راون شیپ را میبینید. خوی معلوم دار است وقتی مریض انفرکشن باشه، جای مکینیتیک باشه، جای سلو فلو را ببینید، تاریخچه مریض برایتان معلوم است، لوکیشن کتله هم در قسمت است که جای انفرکت است، پس این ترومبوس است، درست؟ یا یک مریض را میبینه که تبدار است، مریض تب داره، انیمیک شده، و در سر دسام شما یک کتله را میبینید، خامخواه یک ویجیتیشن است دیگه، یک مریض اینفکتیو اندوکاردایتیس است، درست؟ به می خاطر است که نظر به که سایز از این کتله چقدر است، شیپش چی رقم است، لوکیشنش چی رقم است، معرک است نیست، کلینیکال پریزنتیشن مریض چطور است، ما شما این را فرق کرده میتونیم که چی باشه. نیوپلازم که است یا مو تومورا که است، به شکل ابتدایی تومورایی که در داخل قلب پیدا شوه، از خود اجرات قلبی منشأ بگیره، پرایمری تومور که است وقتش بسیار کم است، 1 تا 2% امکان داره که امی تومورا، تومورایی که شما در قلب میبینین، 1-2% از این از قلب منشأ میگیره، از اجرات قلبی. و کتلاتی که ما شما میبینیم در داخل قلب،
دیگه چیزا می باشه، یا تومور می باشه، یا اتروجینیک ماتریال، یا اکسراکارد اکسترکچر، یک چیزی دیگه می باشه، تومور نمی باشه. تنها یکی 2% تومور است که پرایمری از مایوکارد منشأ گرفته، از خود قلب منشأ گرفته. دیگه اینه می تومورایی که باز از اجرات قلبی منشأ میگیره، اینیا 90% سلیم است. تنها 10% واقعات تومورایی که از اجرات قلبی منشأ میگیره خبیث می باشه. دیگه کتلات اکثرا ما شما که میبینیم اکثر کتلات بیناین است. سکندری کاردیاک تومور که است یا تومورای متاستاتیک است، این خواهد نامش پیداست که مالگنانت هستند. تومورایی که مالگنانت است در قلب، اونا اکثریتش متاستاتیک است، بسیار وقت کمش است که از اجرات قلبی منشأ گرفته باشه. بخاطر اینکه ما شما گفتیم که تومورایی که از اجرات قلبی منشأ میگیره 90% تومورای سلیم است، تنها 10% وقت خبیث می باشن. وقت تومورای خبیث بسیار کم است. و کتلات که ما شما در داخل قلب ببینیم، نیوپلازم که مالگنان باشه، او زیادتر متاستاتیک است تا اینکه بیناین باشه. خب اعراضی که تولید میکنه در این مریضا، یک اعراض عمومی است، خستگی، کسالت و انیمیا و گپایره که داره، کلی مریضی که تومور داره این چیزا رو یام داره. فقط دیجا آمبول یک ذره چانسش زیاد است، چون داخل قلب است. اگر محرک باشه، یک ساقه باریک در یک جای ارتکاز داشته باشه، یک رأس بزرگ، امکان داره آمبوله بیتن. یا ای که تومور است، یک قسمت تومور یک ذره یک بیرو برآمدگی داره، امکان داره از اینجا خطا بخوره یا آمبوله بیتن. یا یک قسمت یک پارچه تومور، یا خود تومور اگر کوچک باشه خودش آمبوله بیتن، چانس یا امبولی در پیش ازیا زیاد است. و اینا سبب اریتمیا میشه اکثرا در پیش مریضا. وقتی که تومور در اینجا باشه، اون زیادتر در نمی قسمت هایی که مایوکارد است، اگر تومور از مایوکارد منشأ گرفته باشه، باز تقریبا همون خواص خود اجرات مایوکارد داره دیگه. به خاطر این مریضا بسیار اریتمیا میتن. و این تومور هایی که در وزین است، اگر وزین بسیار کتش دایلیت شوه، باز زمینه را برای فیبرلیشن و فلاتر مساعد میسازه، درد تولید میکنه، چسپین تولید میکنه و مریضا را مساعد میسازه برای هارت فیلر. خب تومورایی که سلیم هستن و در قلب دیده میشه تعدادشان زیاد است. میگزوموس که دکتر سبا داخل زیاد کتش بلدیت داره، میگن زیادتر ده وزن پیدا میشه، به خاطر بسیار کتش بلد هستن. مگر هم دیگه تومورای سلیم هم در قلب بوده میتونه. تعداد واقعات مگزوما زیاد است، مگر هم میشه که لیپوما باشه، پاپیلری فایبرولاستوما باشه، رابدومای ما باشه، فایبروما باشه، هیمنجیوما باشه، تیراتوما باشه، میزوتلیوما اف د اتروونتریکولار نود باشه، گرانولر تومور باشه، نیو فایبروما باشه، لیمفوانجیوما باشه، پریکاردیل سیست باشه، یا براکونجینیک سیست که دیجه دیده شود. درست، این تومورای سلیمی است که امکان دارد داخل قلب دیده شود. تعدادشان بسیار زیاد است، تعداد زیاد است. و هر توموری که در قلب ما شما میبینیم دیگه، با یک تومور خاص ما شما او رتف کردن نمیتونیم که حتما شاید اینمی تومور باشه. البته تومورای مختلف، شکلای مختلف، اتچمنت سایت مختلف و گپای خود داره. یک آیدیا می باشه که شاید همی باشه، مگر حتمی نیست که همون چیز باشه. تا که بایپسی نگرفتیم و این تومورا را ما شما زیر میکروسکوپ نبینیم که چی خواص داره. تومورایی که مالگنانت هستن، تومورای خبیثه، انجیو سارکوماس، رابدومای سارکوماس، میزوتلیوماس، فایبرو سارکوماس، مالگنانت لیمفوماس، اکستراسکلیتال اوستیو سارکوماس و نیوروجینیک سارکوما، مالگنانت تراتوما، تایموما، لایموی سارکوما، لیپو سارکوما و سینوول سارکوما. یعنی تعداد تومورایی که خبیث است ایام بسیار زیاد است، ایام زیاد است. به این خاطر است که وقتی که تومور یا کتله را ما شما دیدیم، بعد از بایپسی باز حکم کرده میتونیم که تومور سلیم است، خبیث است، کدام شکلش است. در این تصویر فقط هم تعداد تومورایی که در کدام سایت از کلینیک مایوس، اینیا مثلا در اوزین چپ 34 کتله را دیدن، در 34 کتله 24 تایزی مگزوما بودن، 6 دانه ترومبست دیدن، 3 تایش سارکوما بوده، 1 تایش رابدومای ما بودن.
یا دلیف تطریه لپندیش ببینین فایبرویلاستوما بوده. در سر مایترال والو هم سه کتله بوده و کلش فایبرویلاستوما بوده. یعنی فایبرویلاستوما زیادتر سر دسام موقعیت داشته. در لفت اتریوم مکزوما واقعیتش زیاد بوده. جو فیلیف انتریکال اسه کنین در جو فیلیف انتریکال شش کتله دیده شده. سه تا ایزی تروم بوده. ترومبوس واقعیتش زیاد از دیجه. در جمع تومورا فایبروما زیاد بوده. دو تا فایبروما داشته و یکی هم متاستاتیک برست. با این شکل در قسمت قلب که ببینین تومورای مختلف در قسمت‌های مختلف قلب توازن میکنه. مکزوما که از تقریبا 20 تا 30 درصد کتلات داخل قلبی را تشکیل میده. یعنی واقعیتش بسیار زیاد است از مکزوما. این زیادتر در لفت اتریوم موقعیت میگیره و اتچمنت سایتش زیادتر در انتر اتریال سپتوم میباشه. یک اکثرا یک ساقه داره یک رأس بزرگ داره به این شکل. دیگه اگر مگه شما دیدین که اینمی تومور از انتراتیرال سپتوم منشأ گرفته یک ساقه داره یک رأس بزرگ داره فکر بکنید که 99 فیصد تشخیصتان درست است که اینمی مکزوم است. شاید 1 فیصد وقت ما شما غلط بکنیم دیگه تومور هم می رقم خیال بده. زیادتر به این طرف مکزوم ها فکر میشن. ولی مکزوم ها که است ای خو زیاد لفتتریوم با وجود میه مگر مطمئن نیست. مکزوم ها میتونه که در رایت اتریوم توازو بکنه، در رایت وینتریکال، در لفت وینتریکال، در سر دسام تراکسپی، در سر دسام میترال در قسمت امکان داره که توازو بکنه تومور. مگر هم زیاد وقتش که است اتشمنت سایتش در انتراتریال سپتوم است و در داخل وزین چپ است. مگر هم جزئیات می نیست. امکان داره شما یک تومور در سر دسام ببینید، دسام میترال تراکسپ مکزوم ها باشه. یک تومور در بوتین چپ ببینید، در بوتین راست ببینید مکزوم باشه. در 5 درصد واقعیت این تومور میتونه که متعدد باشه. مثلا یک کتله شما دیجا میبینید، یک کتله رو اینه دیجا میبینید، یک کتله رو دیجا میبینید. درست؟ میتونه که تومورا متعدد باشه. و خود تومور کی است؟ یک جلاتینس فیبرایل ماس است. دیگه مرکزش زیادتر نکروتیک میشه. خود تومورایی که یک ذره به سرعت نشونمو میکنه عویاکتش و قدر به سرعت نشونمو نمیکنه این قسمت مرکزی تومورا که است به ایسکیمی معروض میشه به نکروز معروض میشه و لایز میشه. امکان داره باشه این قسم چیزی یا نباشه بعد آمبول مساعد هستن. بعضی اوقات تومور که یک ذره بزرگ باشه باز وقتی که دسان مایترال واز میشه مثلا این تومور می اینجره بسته میکنه دسان بسته میکنه در زمان دیاستول و در رایت اتریوم اگه باشه این دسام که واش شد این خون که جریان پیدا کرد این تومور رو میره تامپون میکنه. امکان داره که دسام رو بسته کنه اگه در رایت وینتریکل اوت فلو باشه یا لفت وینتریکل اوت فلو امکان داره اون قسمت بسته بکنه. خب همین خاطر است که مریضایی که چیز هستن تومورا دارن در وزن خود یک خاصی دیسپنی در پیش مریضایی که قلبی است همی است که وقتی که استاد باشه محرک شیشته باشه راحت هستن یا حالت استاده راحت هستن لنگ پوزیشن تحمل کردن نمیتونه. درست؟ مریضایی که با تومور دارن مثلا اینجا یک تومور است اینیا وقتی که استاد میشه این تومور میاد دیجه یه اصرت تنفس پیدا میکنه پیششون دالتش نشسته لاینگ پوزیشن که میکنه این تومور میاد دیجه در این طرف میاد باز راحت میباشه. اینی تنها استثناز در مریضای قلبی که اینی مریضا در لاینگ پوزیشن راحت هستن وقتی که میشینه نصرت تنفس پیدا میکنه این تومور میاد دیجه فوه را بند میسازه. خب کرنه کمپلکسی هست ایره فامیلیال مکزوما سندروم ما میگن دیجه اتوپیکلی لوکیتد مکزوما زیادتر در مریضای جوان است و ایجا جنجال در کروموزوم 17 به وجود می و تعداد زیاد تومورا امکان داره دا داخل قلب یا بیرون قلب امکان داره که دیده شوه. همی
تومورای متعدد امکان دیده شود. یکی خب ما شما در خود میگزوما هم گفتیم که در 5% واقعات امکان داره که به عوض یک تومور دو سه تا ببینیم. درست؟ در کارنی کمپلکس که از در کارنی کمپلکس بس تعداد تومورا زیاد است از امو اول زیاد است. خوی تغییرات جنتیک است پیش از این مریضا. تشخیص تفریقی که میکنیم ما شما البته تنها میگزوما را نه تمام تومورا را که ما شما تشخیص تفریقی میکنیم کت کتلاتی که در داخل قلب است کتکلشون باید تشخیص تفریقی شود چی که ترومبوس باشه چی که نارمال استرکچر باشه مثلا یک ایوسیخن والو باشه یک هایپرتروفی سپتومی چیز باشه آنولیس ترایکاس باشه یا هایپرتروفی انتراتریال سپتوم باشه کت نارمال وریانت و کت تومورای دیگه که در داخل قلب است یا دیجه یا دیجه یا دیجه که تیزی تومورا باید تشخیص تفریقی شود البته که تومورای دیگه ما شما تنها میتونیم که با بایپسی تشخیص تفریقی بکنیم که این میگزوماس یا کدام تومور دیگه است در از نظر یکو امکانش نیست که ما شما مطلق آکم بکنیم که این میگزوما نیست یک تومور دیگه است درست؟ بخاطر ازی که مثلا در لفت اتریوم سارکوما و میلانوما میجا موقعیت می داشته باشه زیادتر متاستاتیک و یا در رایت اتریوم هایپر نفروما و هیپاتوماس مثلا لای مهماتوز انتراوینس لای مهماتوز در وینا کوین فیروی جا بوجود می خب کتلات ما شما گفتیم که بسیار زیاد است در او تشخیص تفریقی باید شود تنا اینه فایبروما که است فایبروما زیادتر در بوتینات بوجود می و او هم زیادتر در بطین چپ باوجود می در اینجا این فایبروما یه خواصی داره که خود کوچک است دیگه ای که امی عوافی از این بسیار ایکوجینیک می باشه کلسیفای می باشه از مایوکارد مجاور خود بسیار باسانی فرق میشه می کتله اینی تو نقاط کلسیفای داره شو دورا دورش بسیار روشن جلادار فایبروما بعضی اوقات فایبروما امکان داره در داخل جوف بیه جوف پر بکنه او زیادتر در جدار می باشه دیگه زیادتر در لف انترکال است انتر وینترکول سپتوم و اپکس این قسمت ها زیاد تواضع پیدا میکنه و این هم سبب ارت فیلر و زیاد اریتمی ها را پیدا بوجود میره ربط مایما که است این زیادتر در اطفال دیده میشه زیادتر در اطفال دیده میشه بعضی اوقات تو میشه که جنین که دیه تومور تولد شوه اما حتی از شروع در جنین وقتی که شما فیتال اکوکاردیوگرافی میکنین در اون وقت امکان داره که شما یک کتله را در داخل قلب ببینین خب موقعیت بسیار مهمه ربط مایما که است رایت وینتریکل است و رایت وینتریکل اوت فلو است امکان داره دیجه در رایت وینتریکل اوت فلو یا در رایت وینتریکل شما یک کتله را ببینید در ربط مایما خب بعضی اوقات امکان داره در لفت وینتریکل هم دیده شود خب زیاد رایت وینتریکل اوت فلو و پلمونری آرتری امکان داره در قسمت ها دیده شود ربط مایما دیگه ربط مایما که است زیادتر اوقات به صورت بنفسی رگرس میکنه چملک شده میرای سیستم آمورفوس تومور که ما شما میگیم کلسیفای میشه دیگه یک جای باز باقی میمونه یک جنین نمیبینی که تومورا تولد میشه پس اونا ایره که تعقیب میکنی تومورا به عوض از اینکه بزرگ شده بره رگرس کرده میره پس کوچک شده میره یک نقطه کلسیفای در یک جای میمونه از اون تومور سابقه خب بعضی ادویجات سوال که در کتاب تازه است ایویرو لیمس هست اینمی ادویه یک چیزی در کاهش سایز ربط مایما محصر تمام شده پارا گنگلیوم ها که هست پارا گنگلیوم ها که هست لوکیشن زیادتر در ترو وینترکولر گروو هست در نزدیک دسام ترایکسپ و مایترال در گروه است
دیگه ایام خوب عوافیش بسیار خوب منظم معلوم میشه و زیادتری تو شکل بیضوی داره، اووید شیپ داره، شکل بیضوی داره زیادتری تومورا و سایزش هم کوچک از 1.5 سانتی گرفته تا 2.5 سانتی ره سایزش هست، زیادتر در زنان دیده میشه. پاپیلری فایبرویلاستوما، پاپیلری فایبرویلاستوما را سابق در جمع تومورا میگرفتن. حالا میگه که نه، یعنی تومور نیست، تومور نیست، میگه بینا این اندوکاردیال لیژن است، یک کتله است که از اندوکارد جور شده، تومور نیست، تو گروت نداره دیگه، چانس امبولیشن زیاد است و در جمع نیوپلازم یا نیو گروت شامل نمیشه دیگه. زیادتر میگه اواسکولیر است، اویه میگه نداره ای و سایزشون بسیار کوچک است، از 12 در 9 میلیمتر حدی اکثر نما قدر سایز داره، حدی وسط دیگه، سایزش بسیار کوچک است و زیادتر در سر دساما با وجود میه. بیشترین موقعیتش که است، بیشترین موقعیتش سر دسام ابهر است، دیجه سر دسام مبهر شما یک کتله رو میبینید، کتلات بسیار کوچک کوچک، سر دسام مبهر، سر دسام مایترال، ترایکاس، پولمونیر، زیادتر سر دسام ها بوجود میه، سر دسام ها بوجود میه و ای خوب بسیار کوچک است. اگر ما شما هم یه چیز شو ببینیم، کتله رو بسیار از نزدیک ببینیم، ای تو اینی مثلا یک ذره کلانتر رسمش کنیم، اینی یک کتله است، ای دور دور از ای تو مویکا داره، تارکا داره، این رقم بسیار منظرگاه که بسیار مقبول داره، که سی انیمال میگن، اما ایوان بحری که است، به اون شکل بسیار یک منظره بسیار مقبول داره. خوزیاتر سر دساما با وجود می دساما، سر دساما سایزش بسیار کوچک می باشه و اویه نداره، به اون خاطر میگه که زیادتر بینا اندوکارد لیژن است. موقعتش بود ایره باید ما شما کتی لاملیز اکسکرسنس تشخیص تفریقی بکنیم. لاملیز اکسکرسنس که هست و در اشخاص اولدیج است که در سر دسام این تو انساج تخریب شده ای تو مویکا واره باریک باریک در سر لیفریتا مولوم میشه، مگه بسیار کوچک کوچک هستی. پاپیلری فایبرویلاستوما که هستی زیادتر یک کتله مدور یک ذره بزرگتر است. همارتوموف مچور کاردیاک مایوسایت که هست، ای هم در جمع تومورات شمرده نمیشه، ای زیادتر بینان کلکشن دزرگانایز مایوکاردیوم است. اینی مایوکارد دزرگانایز است، یک قسمت مایوکارد یک ذره برجستگی داره، یک اندازه برجستگی داره، مثل از اینکه دست انسان یک قسمت یک بلجینگ یک چیزی داشته باشه، یک گستاخان ناق یک بلج باشه درست، یا یک قسمت یک عضل ناق هم تجمع کرده باشه، یا جلد یک جای چملکی داشته باشه، برآمدگی داشته باشه. ای هم بینیان کلکشن دزرگانایز مایوکاردیوم است دیگه، زیادتر در بوتینات با وجود میاد و سایزش کوچک است، زیادتر 5 سانتی متر، مگر امکان داره که بسیار کلان هم باشه، 10 سانتی متر هم باشه. در این صورت اگه ای خود کدام تداوی خاص نداره، اگر اینطور باشه که عراض تولید کرده باشه، جوف کوچک کرده باشه و بر مریض ارتمی را سبب شده باشه و اثر تنفس سبب شده باشه، در این صورت باز جرایی میشه دیگه. در هر سن به وجود آمده میتونه، زیادتر در جوان ها زیاد هستی. همارتوما فیوکروموسایتوما که است، این امکان داره که در اتری وینتریکولر گروف در این قسمت امکان داره که این تومور خودش با وجود بیاید، از خود تومور فیوکروموسایتوما در میجه موجود باشه. سایز ازی هم خورده است، از 1.5 سانتی گرفته تا 5 سانتی امکان داره سایز داشته باشه و اوافیش منظم است. در اینجا تومور دیگه که ما شما پیشتر نام گرفتیم
پاراگنگلیوما. پاراگنگلیوما از نظر شکل کت فیوکروموسایتوما تقریبا یک چیز است. اردویش در آرتری وینترکولار گروو است، اردویش بیضوی شکل است و اردویش حوافیش بسیار خوب واضح از انساج دیگه جدا شده. این بود یک چند تا تومور سلیمی که ما شما گفتیم. البته تومورهای سلیمی دیگه ای که از او هم از خود بعض خواص داره که از تومورهای دیگه یک ذره فرق میشه، مگر هم اطمی نیست که ما شما با مو خواص یک تومور حکم بکنیم که اینمی حتما باید فیوکروموسایتوما باشه یا ایسکه مگزوما باشه یا همرتوما باشه. تومورهای خبیثه که است، تومورهای خبیثه هم خب تعدادشان بسیار زیاد است. در جمله انجیوسارکوما، رابدومایوسارکوما، مگزوسارکوما، اوستیوسارکوما، فایبروسارکوما، سینوول سارکوما. تومورهای خبیثه یکی از اجرات خود قلب که منشأ میگیره تعداد زیام زیاد است و تومورهایی که متاستاز میتونه خب بخی زیاد است. درست؟ هر تومور میتونه که متاستاز بده داخل قلب. انجیوسارکوما که است زیادتر در رایت اتریوم به وجود میاد. این تومورهای خبیثه که است زیادتر از اینه که ببینین زیادترش از رایت اتریوم منشأ گرفته. درست؟ دیگه انجیوسارکوما هم در رایت اتریوم است. رابدو مایوسارکوما در هر قسمت به وجود می لیو مایوسارکوما هم در رایت اتریوم است. سینوول سارکوما هم در رایت اتریوم است. درست؟ زیادتر موقعیتش البته در قسمت امکان داره به وجود بیاد. در این جمله تومورهای خبیثه که است انجیوسارکوما که است این زیادتر کت پریکاردیال فیژن همراست. وقایع پریکاردیال فیژن در انجیوسارکوما بسیار زیاد است نظر به دیگر تومورها. البته هر تومور خبیثی که میاد قلب امکان داره که او کت پریکاردیال فیژن همراه باشه. درست؟ مگرم انجیوسارکوما وقایع پریکاردیال فیژن دش زیاد است. تومورهایی که متاستاز میتاد قلب یا ای که لیمفوما باشه، میلانوما باشه، اوستیوجینیک سارکوما باشه امکان داره که دیجا متاستاز بده. متاستازی که در وینکو انفیرور و در رایت اتریوم با وجود میه خوزیاتر متاستازا از طریق وریدی میه. دیگه این متاستازا امکان داره رینال هایپر نفروما باشه، امکان داره هپاتوما ایجا این متاستاز بده و یا ای که انتراوینس لایموهماتوزیس فرام ده یوتیرس باشه. درست؟ از رحم منشأ گرفته باشه. هر وقتی که میگه شما در رایت اتریوم کدام کتله را دیدین وینه که وین فیرور خوب بپالین کی جو کدام کتله کدام تومور نباشه. و یا مریضایی که در بطن خود تومورای دارن او مریضا را که شما معاینه میکنید وینه که وین فیرور را خوب بپرنید که در وینه که وین فیرور متاستاز نداده باشه. خب کتلات دیگه که از در قلب که دیده میشه یکی در رایت اتریوم است. رایت اتریوم که است هم متاستاز تومورای بطنی دیجه زیاد است و هم خودش مثلا ما شما پسمیکره را که تطبیق میکنیم پسمیکره از اینجا تیر میکنیم در اینجا یا از وینه کف انفیرور میارم در لفت اتریوم کدام بالون چیز تیر میکنیم. درست؟ این را باید مگه شما متوجه باشیم وقتی که اینجا یک کتله باری که دیدین شاید شما مکمل خود من رسم کردم مکمل معلوم نمیشه امکان داره در تصویر یک دفعه اینقدر یک چیزی معلوم شود دیگه نباشه چیزی یعنی او طرف تصویر نتن. این باید متوجه باشین که میکنم پس میکر نباشه پروبیتون که ایسا ایسا تاو بیتین بازی امتداد زی پیدا میشه که کدام طرف رفته. ای را باید در نظر داشته باشیم. انفکشن امکان داره که در داخل قلب بعض ساختمان های را بسازه مثلا ایکنوکوکوس سیستکی هست یعنی کیستای ایدتیت امکان داره یک کیستای ایدتیت شما در داخل قلب ببینید. امکان داره یک توبرکولوما را ببینید در داخل قلب یک توبرکولوما باشه و امکان داره یک ویجیتیشن باشه در مریضی که باکتریال انفکتیو اندوکاردایتیس داره اونجا یک ویجیتیشن شما ببینید. پس
انتانات میتونه داخل قلب بعضی ساختمانهای را بسازه. بعضی اوقات کلسیفاید امورف است تومور ما شما میبینیم، مثل که عرب دومای ما ما شما گفتیم که تومورا با وجود میه باز پسان رگرس میکنه، که رگرس کرد باز در کنج عموتو در جای خود جای در جای به یک نقطه کلسیفای ور میمونه. کلسیفاید امورف است تومور. ترومب امکان داره که در داخل قلب دیده شوه، درست؟ و بعضی اوقات ایتر میشه که یک تروم از بطن یا از اطراف سفلی خطا خورده آمده در اوزین چپ، در اوزین چپ آمده در ایجه دالت ترانزیت است که تیر میشه به طرف بطن، باز هم تو آمبولی میته به طرف ریه. امکان داره در این وقت که در قلب است ما شما در موالت که عبور میکنه میره تیر میشه ایجه ببینه میشه. این تومورایی که از وین که وین فیرو ریا میه یا باز باریک باریک هستن مثل سایز یک ورید ببینین اینی تو، مثلا یک از ورید خطا خورده باشه، تو ترومب وریدی باشه، سایز یک ورید اینه میتور دراز میتو به این شکل می باشه. یا یک که ای تو مارپیچ واره مثلا اینی تو کج و پلیچ افتاده می باشه، خب یک چیزی جسم محرک از دیگه خطا خورده آزاد از دیگه او طرفی طرف میگردن مارپیچ واره به این شکل تو کتله می باشه دیجه. و ای را باز تاریخچه شکل بگیریم ملیز یا جرایی کده یا دبطنش کدام سی چیز داره، کدام زمینی مساعد برای ترومبس داره یا مریض دیویتی را تیر کده، او تاریخچه را که داشت ما شما ایتو فکر میکنیم که میشاید ترومبس این ترانزیت باشه. ترومبسی هست که در ترانزیت است میره به طرف ریه. خب در بخش انفکتیف اندوکاردایتیس یک عنوان خواندیم، نان باکتریال ترومبوتیک اندوکاردایتیس. در نان باکتریال اندوکاردایتیس چند چیز داشتیم ما شما، یکی نان باکتریال ترومبوتیک اندوکاردایتیس بود که مثلا اینجا پلاتلت اگریگیشن بود و فیبرین بود و ارتشاء اجرات بود، یکی لیبمن ساکس اندوکاردایتیس داشتیم که در مریضای سیستمیک لوپوس اریتماتوز یا تر دیده میشد دیگه. اونو چیزها رو ما شما باید کت از این تومورا تشخیص تفریقی بکنیم. خب کتلاتی که در داخل قلب است که یوستخن والو خب ما شما گفتیم یوستخن والو زیادتر یک ذره محرک است در داخل جوف مارپیچ وار بعضی اوقات کتی ترومبس مغالطه میشه، پس میکرلاین است، بالونی است که از ایجه تیر شده آمده مریض بالون والوولو پلاستی میشه. البته ایجه اگر خود ما شما تطبیق میکنیم خب میفهم میکنیم این بالون است، درست؟ اگر یک تصویر ویدیوی یک مریض دیگه میاد که ما شما تاریخچه‌اش خبر نداریم، تنها ویدیو رو میبینیم و ایجه میبینی که ایجه کاتتر آمده ایجه یک بالون است، فهمیده میشه که مریض بالون والوولو پلاستی میشه، یوم امو توپ رقمی که هست امو بالون است. لیپوماتوز اتریال سپتال هایپرتروفیک است، بیشتر که ما شما گفتیم بعضی اوقات گفتیم که سپتوم بسیار هایپرتروفیک میشه مثل تومور واری خیال میتن، یا فتی تراکسپید آنولوس یعنی تراکسپ است آنولوسش بسیار زخیم است که هیچ تومور چیزی نیست. کرستا ترمینال است که است کرستا ترمینال است پروبه در سبکوستال کمکی که زاویه بیتی یا خط مستقیم واری معلوم میشه، پس پروب پس نه بیتی گم میشه چون این جدار اوزین است. و کلسیفیکیشن ها بعضی اوقات مثلا شما در ایجاد داخل بوتین ببینید یک نقطه کلسیفای پیدا میشه، مریضی که دیژنراتیف کلسیفیکیشن داشته باشه چی در سر دسام چی در سر اندوکارد که در بوتین است. و یکی گلوبولر استراکچر سپریتینگ د لفت اپر پولمونری وین فرام د لفت اتریال اپندیج در ترانسیزوفاجلیکو که ببینید اینی مثلا اپندیج است، بازی جه اینی توی یک استرکچر داره ایجه رایت اپر پلمونری وین است، اینی یک استرکچر نرمال قلب است که رایت اپر پلمونری وین از اپندیج جدا کرده. این در ترانسیزوفاجیل یک توپ واره معلوم میشه میگیری خیال چیز نکنی خیال کدام تومور نکنی، درست؟ کتلاتی که در بیرون قلب است مثلا ایزوفاجیل دو ورتیکول است، امکان داره دیگه تا داخل قلب خیال بده. هیاتال هرنیا است، امکان داره داخل قلب خیال بده. سکلروزینگ میدیاستینایتیس است.
میدیاستینال تومور است، لارج هماتوماس، لنگ تومور است، کورونری انیوریزم است یا فیستولا است، سیودو انیوریزم است. این چیزا را شما باید از تومورای داخل قلبی تشخیص تفریقی بکنین. خب اگر کتله در داخل بوتین باشه و شما بین ترومباس و بین تومور فرق کردن نتونستین، اگر کنتراست زرق بکنین بر مریض. مواد کنتراست اگر در داخل کتله داخل شد، به معنی اینکه که کتله اویه داره تومور است، اگر داخل نشد ترومباس است. درست؟ و دیژنراتیف کلسیفیکیشن هایی که ما شما در سر دسام ابهر میبینیم، پاپیلری فایبرویلاستوما را خود شما گفتیم که این در سر دسام ها به وجود میه. درست؟ و این هم زیادتر پاپیلری فایبرویلاستوما که است زیادتر سر دسام هایی که ابنارمال است، سر از اونما تحسس میکنه. درست؟ میگه ایجا خب بعضی اوقات مثلا دسام که ستینوتیک باشه، امی خود دسام ما شما توی کوژینیک و کلسیفای میبینیم، این را میگه خیال تومور باید نکنین. درست؟ یا خیال پاپیلری فایبرویلاستوما. ترومبس ها که هست، ترومبس ها که خب به یک زمینه مساعد ضرورت داره. مثلا اگر دبوتین باشه، در موجه ترومب با وجود میه که در اوجه مریض اسکیمی یا انفرکشن را تیر کرده. درست؟ مثلا این قسمت مریض اسکیمی داره، ترومب که تشکل میکنه در اینجای تشکل میکنه و ترومبس ها اول که جور میشه ای تو خاکی رنگ میباشه، ای کوژینیسیتیش از مایکارد کرده کمتر است، آیسته آیسته باز وقت که تیر میشه ای کوژینیک شده میره، ای کوژینیک شده میره میره، باز یک وقت میشه که ای کوژینیسیتی از ای ترومب که ای کوژینیسیتی مایکارد یکی میشه، در این وقت باز تشخیصش یک ذره مشکل میشه. و اگر وقت سر زیاد شه تیر شه بازی زیاد کوژینیک میشه می ترومب که است، این زیاد کوژینیک میشه، کلسیفای میشه، رنگ سفید رنگ باز معلوم میشه. و مریضی که مثلا میترال استنوز است، این میترال استنوز زیادتر ترومبسایش در پندیج معلوم میشه یا دلیف تتریوم، وقتی که دیدین که میترال استنوز است، اوزین بسیار دایلیت است، سلو فلوز دیجه، یا کتله را دیدین مثلا دیجه، یا کتله را دیدین خامخواهی ترومبس است، این تومور نیست. درست یک زمینه مساعد خامخواه داره، یک برای چیز که است برای ترومبس ما شما سه زمینه مساعد داریم، یکی خون در عجواف بایستگی حرکت بکنه، یکی اندوکارد دمیج داشته باشه و یک هایپرکواغولیبل ستیت باشه، یعنی سه زمینه مساعد است، یکیش که موجود باشه امکان داره که ترومبس تشکل بکنه در مریضایی که میترال استنوز داره در اوزینشون و مریضایی که کورپولمونال هستن مثلا در رایت ونتریکل رایت اتریوم امکان داره که تشکل بکنه می ترومبس ها، مریضایی که انفرکت میشه در موسایه انفرکشن امکان داره که ترومبس تشکل بکنه. درست؟ و ترومبس هایی که از اطراف سفلی میه گفتیم که او خود رایت اتریوم میه، اگر اینجا فورامینوال واز باشه امکان داره که این ترومبس ها اینجا بره به طرف سیستم، به طرف بوتین چپ و اورتا و طرف آمبوله بیتن و پندیجای اوزین چپ در مریضایی که میترال استنوز است، او را ما شما در اورتیک لیول میبینیم، اینی اورتیک لیول است، ای پروبتانه که کمه که اشاره بتین این قسمت اینجا یک مثلث و یک سیکونجی جا پیدا میشه، یعنی می اپندیجی اوزین چپ است. ما شما در کل مریضایی که اوزین چپشان دایلیت است اپندیج یک دفعه باید ببینیم که اپندیج خالی است یا کدام کتله متله کدام ترومب چیزی در بینش موجود است. در ترانسیزوفاج الیکو زیادتر اینمی اپندیج اوزین که است، یعنی مثلا اپندیج است، درست پلسویف دوپلر هم اندازن دمی روی اپندیج. اگر اپندیج تقلوسیت داشته باشه خون اجکت کرده بره، ایج ویلوسیتی بلند رسم میشه، ای اگر 40 سانتی متر پر سیکند سرعت زیاد باشه، ایج چانس تشکل ترومبوز در پندیج نیست. اگر پندیج تقلوسیتش ضعیف باشه، مثلا یک مریض فیبریلیشن داره ضعیف باشه، بازی سرعت کمه،
سرعت که کم آمد به معنی که چانس تشکل ترومبوز زیاد است. تنها در مریض هایی که هایپرکواگولیبل ستید داره، مثلا در یک مریضی که هایپریزون فیلک سندروم است یا انتیفوسفولیپید سندروم است، این همی مریض ها یک ذره تشخیص بر ما مشکل می سازه که در اون مریض ها با وجود ازی که مریض انفرکشن نداره، تقلصیت مایکارد خوبه است، ایجا شما ترومب می بینید، اپکس بوتینات می بینید که ترومبست داره. البته این مریض ها باز تاریخچه دی وی تی و میزنتریک اکلوژن و کورونری آرتری اکلوژن و یک پارا یک آیا میکنن تاریخچه خود یک چیزی داره.